سرخط خبرها سراج الدین حقانی مانی ترور عبدالحمید خراسانی شد. تلاش مجدد شیعهان برای تثبیت جایگاه. مولوی عبدالکبیر می گوید نظام طالبان همه شمول است. تعامل با طالبان نتیجه نمی دهد. اعتراض باشندگان زابل، طالبان معترضان را لطف کوب کردند. و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، زلمه خلیلزاد یک شهروند عادی آمریکا است. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تعامل با طالبان نتیجه نمی دهد. مسئول زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به بازداشت متیولا، مسئول بنیاد رای قلم گفته است زمان آن رسیده که پذیرفت تعامل سازنده با طالبان نتیجه نمی دهد و گزینه های دیگر را باید بررسی کرد. مسئول زنان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه 8 آوریل با نشر تویت نگاشته است که بازداشت متیولا شاهد بر ادامه و تشدید سرکوب توسط طالبان در قبال دسترسی دختران با آموزش و آزادی بیان است. این در حال است که طالبان آقای متیولا را روز گذشته بازداشت کردند. اعتراض باشندگان زابل، طالبان معترضان را لطو کوب کردند. بر اساس گفته های منابع محلی در ولایت زابل، پس از آنکه باشندگان شهر قلات مرکز ولایت به دلیل انتقال ازگاه موترهای مسیر ولسوالی میزان از یک محل به محل دیگر اعتراض کردند، طالبان این معترضان را لطو کوب کردند. منابع روز سه‌شنبه 8 آوریل گفتند که این معترضان به شدت توسط طالبان لطو کوب شده و پس از آن دست از اعتراض کشیدند. یکی از معترضان گفته است که طالبان می خواهند قدرت خود را بالای مردم اعمال کنند و هیچ ارزش به اعتراض مردم ندارند. این در حال است که منابع محلی در زابل روز سه‌شنبه 8 آوریل گفتند که باشندگان شهر قلات به انتقال ازگاه موترهای ولسوالی میزان از یک محل به محل دیگر معترض هستند. تلاش مجدد شیعهان برای تثبیت جایگاه. مولوی عبدالکبیر میگوید نظام طالبان همه شمول است. معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان مدعی شده که با آمدن این گروه وحدت ملی تامین شده است. مولوی عبدالکبیر در دیدار با شمار از اهل تشیع و نمایندگان ولایت بامیان گفت حکومت طالبان نیز همه شمول است و همه شهروندان خود را در آن میبینند. مولوی عبدالکبیر پیشتر هم در دیدار با توماس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت طالبان به تشکیل حکومت همشمول متحد است. این اظهارات در حال است که نمایندگان بسیاری از کشورها همواره گفتند حکومت طالبان تک‌قومی است. سازمان ملل و نمایندگان جامعه جهانی در دیدار با مقامهای طالبان تاکید کردند که باید در افغانستان حکومت فراگیر تشکیل شود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، زلمه خلیلزاد یک شهروند عادی آمریکا است. پاتان، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به تازگی گفته است که صحبت‌های زلمه خلیلزاد نماینده پیشین این کشور در امور صلح افغانستان نمایندگی از دولت جو بایدن نمی‌کند. او روز گذشته در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش درباره اظهارات خلیلزاد درباره وضعیت سیاسی پاکستان خاطر نشان کرد که او فقط یک شهروند عادی آمریکا است. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که نظریات خلیلزاد بازتاب دهنده موضوع رسمی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیست. با آنکه آقای خلیلزاد در حال حاضر هیچ موقف رسمی ندارد، اما در تویتر درباره وضعیت افغانستان، پاکستان و ایران فعالانه ابراز نظر می کند. او بارها تویت هایی برای حمایت از مولوی عبدالحمید از چهره های مذهبی مخالف جمهوری اسلامی ایران نگاشته است. سراج الدین حقانی مانی ترور عبدالحمید خراسانی شد. رزاق مامون
طالبان قندهاری قصد داشتند امیر خراسانی را طرد کنند، مگر خلیفه اقوانی او را نجات داد. سلمان تاجیکستانی، فرد مشهور داعش که در خیرخانه کشته شد، تاجیک نبود، ازبک بود. غیر پشتون ها، مهره های سوخته طالبان. گزارش از خبرگزاری اندپندنت فارسی. امیر خراسانی، فرمانده تاجیک تبار طالبان، پس از آن که شبکه اقوانی او را چندین ماه در انزوا قرار داد، با سمت فرماندهی شهرستان احمد آباد ولایت پکتیا در شرق افغانستان منصوب شد. شبکه اقوانی در ولایت های شرقی افغانستان نفوذ زیاده دارد. در مراسم معرفی عبدالحمید خراسانی به عنوان ولسوال احمد آباد، هیچ یک از مقام های بلندپایه حکومت طالبان شرکت نکردند. او با انتشار عکس از خود در تویتر نوشت: اطاعت در امارات اسلامی یک اصل و امر شرعی واجب است. با اطاعت از اوامر بزرگان امارات اسلامی و افتخار خدمت برای امت مسلمانان، مصدر خدمت برای مردم پکتیا در شهرستان احمد آباد شده ایم. خراسانی در حلقه طالبان پشتون تبار به ویژه شبکه اقوانی قرار دارد و اداره شهرستان احمد آباد برای اش دشوار خواهد بود. او برای اثبات تعهدش به طالبان، تخلص خود را از خراسانی به اماراتی تغییر داده و ریشش را مثل طالبان بلند کرده است و دستار سیاه شبیه فرماندهان و نیروهای شبکه اقوانی به سر می بندد. او همواره از عملکرد ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان دفاع کرده است. عبدالحمید خراسانی در حکومت پیشین افغانستان به اتهام اخاذی، حمل سلاح غیرقانونی و اخلال در نظم عام بازداشت شد. او پس از رهایی از زندان در اوایل سال 2021 به گروه طالبان پیوست. به روایت ساکنان پنجشیر، پس از سرنگونی حکومت افغانستان در 15 اگست سال گذشته و لشکرکشی عظیم طالبان برای تسخیر پنجشیر، خراسانی رهنمای طالبان بود. طالبان خراسانی را فرمانده پلیس امنیت در پنجشیر کردند. اما پس از بروز اختلافات میان او و مولوی قدرت الله، والی پیشین طالبان، خراسانی از مقامش برکنار شد. او مولوی قدرت الله را به سوء استفاده از اختیارات، بازداشت های خودسرانه و فساد متهم کرده بود. عبدالحمید خراسانی به عنوان فرمانده یک واحد نظامی طالبان موسم به بدری نیز کار کرده است و پیش از 10 تن از نیروهای بدری طالبان زیر نظر او فعالیت داشتند. حکومت طالبان به انحصار شدید قدرت متهم است و پیشتر مناصب کلیدی در اختیار طالبان پشتون تبار است. طالبان غیر پشتون هم یا به مقام‌های پایین تزلل یافته یا از کار برکنار شده اند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.